بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دارم به تمامی دوستایی که امی لحظه ویدیو رو میبینن. آرزو دارم هر جایی که هستین خوش و صحتمند باشین و سال نو میلادی رو به همه شما تبریک میگم و آرزو دارم که یک سال خوبی برای همه ما و شما باشه. بحث امروز ما و شما درباره درگ کلیرانس یا درگ الیمینیشن است. شما درباره فارماکوکینتیک خواندین که فارماکوکینتیک 4 بخش داشت. اول جذب دارو یا درگ ابزربشن بود، دوم درگ دیستریبیوشن یا توزیع دارو بود، بحث سوم ما و شما درگ متابولیزم بود و امروز آخرین بخشی از فارماکوکینتیک درگ کلیرانس یا درگ الیمینیشن است یا پاکسازی دارو از بدن ما و شما هست صحبت میکنیم. متوجه باشین پاکسازی دارو از بدن ما و شما از طریق راه‌های متعدد صورت میگیره. یکی از مهمترین راه‌هایی که دارو از بدن ما و شما پاک میشه از طریق کیدنی است. یک مقدار از داروها از طریق امعا یا انتستاین، اما قسم از طریق کبد میاد بایل یا صفرا اطراح میشه. یک مقدار از داروهایی که به شکل گاز از طریق ریه ها یا لنگس ما و شما اطراح میشه و یک مقدار از داروها میتونه از طریق برست ملک، از طریق چی؟ از طریق شیر مادر هم اطراح شود. از این جهت است که بعض وقتا وقتی شما داروها را نزد مادران شیرده استفاده میکنین متوجه از این باید باشین که بعض از داروها از طریق شیر مادر اطراح میشه و این میتونه طفل را در معرض مواجه شدن با دارو قرار بده. مهمترین راهی اطراح نمودن یا الیمینیشن دارو از بدن ما و شما از طریق کیدنی یا از طریق کلیه هاست و شما میفهمین برای اینکه یک دارو، یک دوا از طریق کیدنی اطراح شود باید این دارو به اندازه کافی قطبی و پولار باشه یا به اندازه کافی منحل در آب باشه. داروهایی که به اندازه کافی پولار نباشه یا به عبارت دیگه داروهایی که به اندازه کافی در آب منحل نباشه اینا اکثرا از طریق کیدنی اطراح نمیشه. گاهی وقتا متوجه باشین زمانی که رینال دیسفنکشن واقع میشه، زمانی که کلیه ها مسابه عدم کفایه میشه یا نارسایی کلیه ها واقع میشه، خب کلیه ها وظایف خود درست انجام داده نمیتونه. پس در این حالت اکثر وقتا داروهایی که شما استفاده میکنین باید دوزش اجست شود، در غیر از اون میتونه داروها در داخل بدن ما و شما جمع شود و درگ اکومولیشن میتونه یک ساید افکت یا تأثیری بدی بالایی بدن ما و شما داشته باشه یا گاهی وقتا میتونه اووردوزجی دارو به وجود بیاید. خب قبل از اینکه ما و شما بریم درباره اطراح دارو از طرف کیدنی صحبت کنیم، لازم است که یک مرور گذرا درباره وظایف کلیه ها و آناتومی کلیه ها داشته باشیم. شما متوجه باشین کلیه ها وظایف زیاد داره. ما کل وظایف کلیه ها را به سه بخش عمده تقسیم میکنیم. اول وظیفه اکسکریشن یا وظایف اطراحی کلیه هست، دوم وظیفه اندوکراینی کلیه هست و سوم وظیفه هومیوستاتیک یا وظیفه رگولیشن یا رگولیتوری کلیه ها را مورد بحث قرار میدیم. متوجه باشیم اول کلیه ها یک از وظیفه عمده و مهمش وظیفه اطراحی یا اکسکریشن دارن. کلیه ها در اطراح نمودن تمام وست یا مواد اضافه‌ای که در نتیجه متابولیزم تولید میشه نقش عمده داره. مثلا در مواد متابولیزم، مواد وست یا بیکاره‌ای که در نتیجه متابولیزم یوریا و کریاتینین تولید میشه، متابولیزم پروتئین تولید میشه مثل یوریا و کریاتینین یا یوریک اسید یا بیلیروبینی که در نتیجه متابولیزم هیم آزاد میشه، در اینجا چی نقش داره؟ کلیه ها نقش داره. برای کلیه ها در اطراح توکسین هایی که وارد بدن ما شما نقش داره و همچنان کلیه ها در اطراح نمودن درگ داروها. وقتی دارو داخل بدن ما شما میشه، وقتی به متابولیت تبدیل میشه، در اطراح نمودن متابولیت داروها کیدنی نقش داره. کیدنی وظیفه اندوکراینی هم داره. مثلا کیدنی رینین تولید میکنه، کیدنی اریتروپویتین تولید میکنه که میره استمسل های آر بی سی رو تنبیه میکنه و در نتیجه باعث ساختن آر بی سی میشه و همچنان کیدنی باعث تولید اکتیو ویتامین دی میشه یا 1:5 دای هایدروکسیکلیک السیفرول که یک اکتیو ویتامین دی هست
که در جذب کلسیم از امعا و توبیول های کلیه نقش داره، خود کلیه ایره ویتامین دی فعال تولید میکنه. وظیفه مهم دیگه کلیه وظیفه رگولیتوری یا وظیفه رگولیشن یا وظیفه هومیوستاتیک. کلیه ها در هومیوستاس فلوید، در هومیوستاس الکترولایت، در هومیوستاس اسید و بیز، القلی و تیزاب یا اسید و بیز بدن ما و شما چه نقش عمده داره. مهمترین وظیفه کلیه در اینجا بعضی اکسکریشنش هست، بعضی بحث اطراحی کلیه هست که ما و شما مورد بحث قرار میدیم. شما میفهمید که واحد وظیفه‌ای و ساختمانی کلیه نفرون است و یک نفرون را اگر ما و شما مورد نظر بگیریم، اول متوجه باشین این افرنت آرتریول است، شریانی افرنت است که خونه به کلیه ها میاره، به نفرون میاره. بعد این گلومیروله، وقتی گلومیرول است یا کپیلری های است که با هم دیگه گلومیرول میسازه، و این ایفرین آرتریول است که خون پس از گلومیرول خارج میکنه میاره، و این کپیلر هایی که در اطراف تیبیول قرار داره، پری تیبیولر کپیلری های، کپیلر هایی که در اطراف پری تیبیول قرار داره. این گلومیرول در داخل چیه؟ در داخل کپسول بومن قرار داره. بعدش کل موادی که توسط افرین آرتریول میاد به جز از پروتئین ها و حجرات خون دیگه، تمام مواد اینجا چی میشه؟ فیلتر میشه. یه فیلترات گلومیرولی میگه، فیلترات گلومیرولی داخل تیبیول جریان نه. یه پروگزیمال تیبیول است و یه هم لوب هاندلی است، یه هم دیستل تیبیول است، یه هم کلکتین تیبیول ها یا کلکتین دکت هاست که در اینجا خیلی از مواد دوباره چی میشه؟ بازجذب صورت میگیره. شما درباره فیزیولوژی کلیه ها ویدیو رو به شما شریک کردم، شما میتونید اون رو ببینید. خب فعلا بحث ما شما درباره رینال الیمینیشن اف درگ، یعنی پاکسازی دارو توسط کلیه های. زمانی که داروها میاد داخل نفرون، چندین پروسه را چه اینا انجام میده یا چندین مرحله قبل از اینکه از کلیه ها الیمینیشنش صورت بگیره اینا انجام میده. اول وقتی یک دارو داخل کلیه های میشه، اینا توسط گلومیرول فیلتر میشه. یعنی مرحله اول گلومیرول را فیلترشن، یک مقداری از داروها در اینجا فیلترشن میشه. بجز داروهای که نان پولار، اکثر از داروها متوجه باشین، اکثر از داروها میاد توسط چی؟ توسط خود اینمی گلومیرول فیلترشنش صورت میگیره و داخل کپسول بومن میره. اما یک تعداد داروهایی که به شکل آیونی وجود داره، به شکل آیونایز وجود داره، اینا وقتی که در گلومیرول اینا فیلتر نمیشه، اینا توسط اکتیو ترانسپورتیشن، اینا چی میشه؟ توسط اکتیو توبولر سیکریشن در پروگزیمال تیبیول انداخته میشن. مرحله سومش یا مرحله آخری و پروسه آخری از اینا پاسیف توبولر ریابزوربشن. یک تعداد از داروها دوباره از طریق توبول های کلیه بازجذب صورت میگیره. در این دو ناحیه داروها داخل توبول کلیه تولید میشه، افراز میشه، اما در مرحله سوم بازجذب بعضی از داروها صورت میگیره. مثلا داروهایی که منحل در شحم باشه یا داروهایی که نان آیونایز باشه، ان چارجد باشه، این داروها میتونه بازجذب بشه از طریق توبول های کلیه دوباره صورت بگیره. اول میریم درباره گلومیرول فیلترشن داروها صحبت نیم. شما میفهمین که کلی از مایعات بدن ما و شما توسط خود گلومیرول ها فیلتر میشه، داروها هم توسط افرین آرتریول به گلومیرول میاد و بعد توسط خود اینمی گلومیرول کپلری کمپلکس یا پلکسوسی که وجود داره در کپسول بومن چی میشه؟ اینا فیلترشنش صورت میگیره. متوجه بشین داروهای آزاد فری درگ اور دوز درگ دات از نات باندد ویت دی البومین، یا اون داروهایی که بالای البومین نصب نیست، داروهای آزاد، اینا اکثرا از مسافه کپیلری های اندوتل یا از اندوتل خود از کپیلری ها، شما میفهمین اندوتل کپیلری ها چی داره؟
توسط سلایت جنکشن به هم دیگه ارتباط دارن. این زمین مسافه هایی که بین اندوتل کپلری ها وجود داره اینا فیلتر میشه و میره در کدام؟ در بومن کپسول یا بومن سپیس و جزی از چیست؟ جزی از خود گلومیرولر فیلترات میشه. کلی از موادی که توسط گلومیرول به فیلتر میشه این امینا رو به نام گلومیرولر فیلترات میگه یا فیلترات گلومیرولی. تمام موادی که توسط گلومیرول در داخل کپسول بومن انداخته میشه. خب رید یا سرعتی فیلتر شدن مواد گلومیرول به چه اندازه یا جی اف آر یا گلومیرولر فیلترشن رید چه مقدار؟ 120 میلی لیتر پر منیت پر 1.73 متر مربع عضوی عده. متوجه باشین که در جی اف آر یا فیلتر شدن مواد توسط گلومیرول ها انحلالیت دارو در شحم یا پی ایچ زیاد این پروسه رو متاثر نمی سازه. شما اینجا ببینین یک کپسول، این گلومیرول کپسول بومن است، اینجا پروگزیمال تیبیول است، لوبی هانلی است، دیستر تیبیول است و اینجا داروهایی که اطراح شده. متوجه باشه وقتی دارو از طریق کلیه های اطراح میشه سه پروسه داره. پروسه اول داروهای فری یا داروهایی که بالای البومین ها وصل نیست در کپسول بومن چی میشه؟ فیلتر میشه یا جزء فیلترات گلومیرولی هست. پس در اینجا داروها از داخل پلازما، از داخل خود خون داخل توبیول های کلیه انداخته میشه. پروسه دوم پروسه اکتیف سیکریشن آف درگ. در این مرحله متوجه باشین داروها توسط اکتیف ترانسپورتیشن توسط پروسه فعال با مصرف انرژی داخل پروگزیمال تیبیول افراز میشه. داروهایی که در گلومیرول فیلتر نشده بود او داروها توسط اکتیف ترانسپورتیشن در پروگزیمال تیبیول سیکریشن صورت میگیره. اکثرا داروهای آیونی یا داروهایی که به شکل آیون یا چارجدار وجود داشته باشند اونا توسط اکتیف ترانسپورتیشن در این ساحه چی میشه؟ انداخته میشه یا سیکریشنش صورت میگیره. مرحله سومش مرحله ریابزوربشن داروهاست که در کجا؟ در کلکتین داکت و دیستال تیبیول صورت میگیره. در اینجا داروهایی که در شحم منحل باشه و داروهایی که نان آینایز باشه این داروها دوباره از قسمت های دیستال تیبیول های کلیه بازجذبش صورت میگیره و جذب میشه. اما داروهایی که آینایز باشه، داروهایی که در شحم منحل نباشه، اینا از طریق یورین چی میشه؟ اطراحش صورت میگیره. پس مرحله اول مرحله فیلترشن داروها توسط گلومیرول بود که کلی از داروها میاد در گلومیرول چی میشه؟ فیلتر میشه. به جز کدام داروها؟ داروهایی که در چی است؟ داروهایی که به شکل آیونایز وجود داره. مرحله دوم اطراح یا الیمینیشن دارو از طریق کلیه پروگزیمال تیبیولر سیکریشن. یکی از داروها که توسط چی؟ توسط گلومیرول فیلتر نشده بود و جز گلومیرولر فیلترات نیست اینا توسط چی؟ توسط افرن آرتریول خارج میشه از گلومیرول و میای اینا در کجا؟ در اطراف پری تیبیولر کپیلری ها یا توسط در اطراف کپیلر هایی که در اطراف پروگزیمال تیبیول قرار داره و بعد توسط اکتیف ترانسپورتیشن توسط انتقال فعال یا انتقال توأم با مصرف انرژی اینا داخل چیه؟ پروگزیمال تیبیول چی میشه؟ افراز میشه. ما دو سیستم اکتیف ترانسپورتیشن در اطراف پروگزیمال تیبیول داریم که اینا با مصرف انرژی چی میکنه؟ داروهایی را که چی از چارج داره داخل پروگزیمال تیبیول افراز میکنه. سیستم اول اونمو سیستم اکتیف ترانسپورتیشن است که برای انتقال آنیون یا برای انتقال آیون های با چارج منفی چیز نقش داره یا داروهایی که چی از ویک اسید هستن یا داروهایی که اسیدی که بالاش پروتونش آزاد نشده اینا آین های منفی با چارج منفی هستن. داروهایی که به شکل اسیدی ضعیف یا ویک اسید وجود داره اینا در خود گلومیرول داخل فیلترات گلومیرولی نمیشه اینا میان توسط پروگزیمال تیبیول چی میشه؟ داخل فیلترات گلومیرولی انداخته میشه. پس یک از سیستم های انرژیتیک
یا اکتیو ترانسپورتیشن که در اطراف پروگزیمال تیبیول وجود داره به خاطر این موضوعه. موضوع دوم یا سیستم دوم متوجه باشین، اونمو سیستم اکتیو ترانسپورتیشنه که برای انتقال کاتیون یا آینهای با چارج مثبت نقش داره. و این مربوط چی میشه؟ مثلا داروهایی که به شکل ویک بیز وجود داره یا به شکل پروتونیتد فرم آف دی ویک بیز، پروتون برای چی؟ برای بقیه بیز وقتی نصب باشه داره میگیم پروتونیتد بیز، و اینا اکثرا چی است؟ چارج مثبت داره و برای انتقال از اونا سیستم دومی وجود داره، چون اینا در گلومیرول داخل کپسول بومن فیلتر نمیشه، اینا در قسمت پروگزیمال تیبیول چیم فیلتر میشه و بعد در داخل از کپسول بومن میاد در اطراف در پروگزیمال تیبیول، در اطراف پروگزیمال تیبیول و بعد توسط اکتیو ترانسپورتیشن داخل پروگزیمال تیبیول میشن. مرحله سومش مرحله دیستال تیبیولری ابزربشنه. وقتی داروها در قسمت دیستال تیبیول میرسه، یک مقدار از داروها پس از داخل دیستال تیبیول با جذب صورت میگیره. داروها وقتی که میاد در سرتاسر تیبیول های کلیه انتقال صورت میگیره، آب جذب میشه. وقتی آب جذب میشه، غلظت داروها در تیبیول های کلیه افزایش پیدا میکنه. در اینجا داروهایی که چارج نداشته باشد و داروهایی که منحل در شحم باشه، این داروها چی میشه؟ باز جذبش صورت میگیره و دوباره جذبش از تیبیول های کلیه واقع میشه. اما داروهایی که به شکلی ویک اسید، یعنی تیزاب ضعیف، ما شما میتونیم با القلی نمودن ادرار رو چی بکنیم؟ اطراح بکنیم. یعنی داروهایی که ادرار القلی میسازه میتونیم اونا رو تطبیق بکنیم و اونا رو از چی است؟ اطراحش افزایش بدیم. همچنان اگر شما میخواین اطراحی یک دارویی که ویک بیز است، یعنی القلی ضعیف است، اگر میخواین اطراح از رو زیاد بکنین، شما میتونین ادرار اسیدیفیکیشن بکنین یا دارویی بدین که اسیدیتی ادرار زیاد بکنه و این باعث میشه که اطراح از دارو زیاد شود. مثلا شما یک داروی دارین به نام فینوباربیتال، داروی آنتی کانوالسانت، یک ویک اسید است، یک اسید ضعیف است. اگر اووردوزیج از این صورت میگیره، مثلا دارو با دوزی بلند داده میشه، برای از اینکه ما شما ایره اطراحش زیاد بکنیم به بیمار بایکاربونیت میدیم. بایکاربونیت خودش چیست؟ ادرار القلی میسازه و خاصیت القلی و بیز بالا میبره. زمانی که چیست؟ ادرار القلیش افزایش بتیم، ادرار القلی شبه، اینمی افزایش خاصیت القلی ادرار بازجذب این دارو رو چی میکنه؟ کم میسازه و در نتیجه کسی دارو چی میشه؟ ریابزربشنش کاهش پیدا میکنه. وقتی ریابزربشنش کاهش پیدا بکنه، اطراحش چی میشه؟ زیاد میشه. پس حالا جنبندی میکنم، ادرار اگر شما الیمینیشن از طرف کلیه ها مطالعه بکنین، سه پروسه داره. پروسه اول جی اف آر یا فیلترشن دارو در گلومیروله که در اینجا داروها زیادترشان، اکثرا داروهای منحل در شحم و داروهایی که به شکلی نان آیونایز باشه، از طریق گلومیرول در داخل کپسول بومن فیلتر میشه و جزء فیلترات گلومیرولی میشه. مرحله دومش مرحله اکتیو ترانسپورتیشن دارویه یا تیوبولر سکرشن دارو است. داروهایی که در مرحله اول در گلومیرول فیلتر نشده بود، اینا در پروگزیمال تیبیول سکرشن صورت میگیره. اکثرا داروهایی که چارج مثبت یا منفی داره در پروگزیمال تیبیول اینا سکرشن صورت میگیره. مرحله سومش مرحله چی است؟ متوجه باشین مرحله بازجذب دارو است. مرحله ریابزربشن یا بازجذب دارو از طریق دیستال تیبیوله. داروهایی که منحل در شحم باشه یا داروهایی که آیونایز نشده باشه، ان آیونایز درگ باشه، اینا میتونه از دیستال تیبیول دوباره جذب صورت بگیره، جذبش داخل دوران شوه. اما داروهایی که چی است؟ داروهایی که آیونایز باشه، داروهایی که چی است؟ انحلال در شحم نداشته باشه، داروهای واتر سولیبل، اینا چی میشه؟ از طریق یورین اطراح میشه و به بیرون پرتاب میشه. این مسیر راههای دیگه اطراح داروها بود که از طریق انتستاین اکثر داروها اطراح میشه، از طریق بایل، از طریق لنگز و از طریق برست میلک است.
پس اگر شما توتال بادی کلیرانس یا کلیرانس مجموعی دارو از بدن صحبت مونین، توتال بادی کلیرانس برابر است به کلیرانس دارو توسط کبد جمع کلیرانس دارو توسط کلیه، جمع کلیرانس دارو توسط پالمونری و جمع کلیرانس دارو از دیگه طریق های. این کلی توتال بادی کلیرانس و دیسمه یا توتال بادی کلیرانس یا کلیرانس مجموعی دارو برابر است به مجموعه کلیرانس دارو توسط هر سیستم است. ای بود بحث امروز ما که آرزو دارو فهمیده باشین. تا بحث بعدی شما به خدای پاک میسپارم. یادتان نره چنل خودتان را لایک بکنین، سابسکرایب بکنین و با دوستانتان شریک بکنین.